به نام خداوند بخشاینده و مهربان و با تقدیم سلام به یکی دیگر از ویدیوهای کانال جنرال انفو خوش آمدید. آرزومندیم تا پایان ویدیو ما را همراهی نموده و برای حمایت از ما این کانال را نیز سابسکرایب نمایید. دوستان عزیز، قابل ذکر است خبری که خدمت شما تقدیم می شود نقل شده از وبلاگ رسمی رزاق مامون می باشد و تیم کاری کانال جنرال انفو در این مورد کدام نظر خاصی ندارد. رزاق مامون، نامه به دکتر عبدالله صلاح الدین ربانی در ایستگاه آخر، نامه ارسالی به گزارشنامه افغانستان، شکاف بزرگ در شورای شمالی بزرگ، اردوگاه جوان در برابر محافظه‌کاران. در مقایسه با 18 سال اخیر، جبهه سیاسی در افغانستان شکل و شمایل جدیدتر به خود گرفته و نامزادهای مربوط به جمعیت اسلامی از طرف اکثریت حوزه مقاومت حمایت شده است، ولی بدبختانه مهره های معاملگر از نام قوم تاجک بیشتر از سران جمعیت اسلامی بودند. در دور گذشته به هر دلیلی که دکتر عبدالله از ریاست جمهوری منصرف شد و بر ریاست اجرای قناعت کرد، در این دور وضعیت طوری دیگر است. با کوتاه آمدن و یا معامله آرای اکثریت مردم و پذیرفتن ریاست جمهوری غنی، نه مجاهدین نابود می شود نه قدرت های تباری سراسر افغانستان که در مجموع تیم سیاسی عبدالله گرده ام آمده، بلکه فاتحه حیات سیاسی دکتر عبدالله به عنوان کاندیدای جمعیت اسلامی و صلاح الدین ربانی به حیث رهبری این حزب خوانده می شود و باید جمعیت اسلامی را رسما ملغا اعلان کند و جزایر متعدد جمعیت اسلامی که هم اکنون هم وجود دارد با نامهای جدید و اساسنامه های امروزی تر وارد عرصه شوند. اعلام نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری یک هفته بعد از اخیر افتاد. یک منبع از کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که اعلام نتیجه ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری یک هفته بعد از اخیر افتاده است. با گزارش اسپوتنیک، یک منبع از کمیسیون مستقل انتخابات به تلویزیون یک میگوید که اعلام نتیجه ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری یک هفته بعد از اخیر افتاده است. این منبع میگوید که کندی کار در روند شمارش آرا در این کمیسیون سبب تأخیر در اعلام نتیجه ابتدایی انتخابات شده است. پیش از این بر اساس جدول زمانبندی کمیسیون مستقل انتخابات قرار بود نتیجه ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری روز شنبه 27 میزان اعلام شود. انتخابات ریاست جمهوری افغانستان روز شنبه 6 میزان برگزار شد. در این انتخابات 13 نفر رقابت کردند. در آغاز 18 نفر نامزد بودند، اما 5 نفر از نامزدها قبل از برگزاری انتخابات انصراف دادند. رقیبان اصلی انتخابات محمد اشرف غنی رئیس جمهور کنونی و دکتر عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی هستند. وزارت داخله، طالبان از حومه های پلخمری و دوشی نیز رانده شدند. وزارت امور داخله از راه اندازی عملیات گسترده تصفیوی در مرکز و ولسوالی های ولایت بغلان خبر داده است. با گزارش اسپودنی، وزارت امور داخله با نشر خبرنامه نوشته است. نیروهای امنیتی و دفاعی شب گذشته عملیات گسترده تصفیوی را در مرکز و ولسوالی های بغلان را اندازی نمودند. در ادامه خبرنامه آمده است در نخستین ساعت آغاز این عملیات نیروهای امنیتی و دفاعی توانستند نقاط زیادی را از ولسوالی دوشی به شمول ساعت دندغوری، دندشاوبودین و کیلگی را از وجود توریستان طالب به گونه کامل پاکسازی نموده و تلفات به توریستان وارد نمایند. بر اساس خبرنامه وزارت داخله، هیچ در پی این عملیات مخفیگاه های تورستان طالب در حومه های شهر پلخمری به شمول روستاهای زمانخیل، خوگیانی و ساحه گاوسواران نیز مورد حملات نیروهای امنیتی و دفاعی قرار گرفته و تورستان اکنون به گونه کامل از شهر پلخمری رانده شدند. وزارت امور داخله خاطرنشان ساخته است که این عملیات گسترده تا زمان سرکوب کامل تورستان طالب در دیگر ولسوالی های بغلان ادامه خواهد داشت. قبل از این وزارت دفاع ملی افغانستان از آغاز عملیات گسترده در ولایت بغلان خبر داده بودند. آمریکا از تصمیم کمیسیون برای شمارش آرای بایومتریک شده استقبال می کند.
معاون وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا برای آسیای جنوبی و مرکزی میگوید که کشورش از تصمیم کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان مبنی بر شمارش آرای بایومتریک شده استقبال میکند. با گزارش اسپوتنیک به نقل از تلو نیوز، الیس ویلز معاون وزارت خارجه آمریکا که دیرو چهارشنبه 24 میزان پس از دیدارش با نامزدان انتخابات ریاست جمهوری و مسئولان کمیسیون های انتخاباتی در یک نشست خبری در کابل سخن میزد، از کمیسیون های انتخاباتی افغانستان خواست تا شفافیت را در شمارش آرا تضمین کنند و از کارکردهایشان به گونه درست گزارش دهند. او در این باره اظهار داشت: من در دیدار با مسئولان کمیسیون های انتخاباتی تاکید کردم رای دهندگانی که زندگیشان را به خطر روبرو ساختند انتظار دارند تا روند انتخابات شفاف باشد. من در دیدار با مسئولان کمیسیون انتخابات و کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی از تلاش های این نهاد برای رهبری مستقلانه روند انتخاباتی بدون فشار و مداخله پشتیبانی کردم. من همچنان از تأکید مجدد کمیسیون انتخابات برای شمارش تنها آرای بایومتریک شده استقبال کردم. من یادآور شدم هر دو کمیسیون درباره تقلب نگران باشند و تأکید کردم تا در میان گذاشتن اطلاعات واقعی اعتماد مردم را بر این نهادها بلند ببرند. الیس ویلز در بخش دیگر از سخنانش در این نشست خبر از نامزدان انتخابات خواست تا به تعدادشان مبنی بر پذیرفتن نتیجه انتخابات پایبند بمانند. او با اشاره بر روی دست گرفتن تدابیر بیشتر برای جلوگیری از تقلب در انتخابات تاکید کرد که احتمال تکرار یک بحران انتخاباتی دیگر در افغانستان کمتر است. این دیپلمات بلندپایه آمریکایی میگوید که رئیس جمهور آینده مسئولیت دارد تمامی جناح‌های سیاسی را در یک صف واحد برای گفتگوهای صلح با طالبان بسیج نماید. الیس ویلز هشدار میدهد که ارگو آمریکا درک کند که در یک نهاد دولتی افغانستان مشکل فساد جدی است، پول کمک شده به این نهاد را قطع خواهد کرد. وزارت دفاع از آغاز عملیات گسترده نیروهای امنیتی در بغلان خبر داد. وزارت دفاع ملی میگوید که عملیات گسترده نیروهای امنیتی و دفاعی در ولایت بغلان آغاز شده است. با گزارش سپوتنیک وزارت دفاع ملی با نشر خبر میگوید که نیروهای امنیتی و دفاعی کشور عملیات گسترده‌ای را در ولایت بغلان آغاز کرده. در خبرنامه آمده است که این عملیات از سه استقامت دند شهاب‌الدین، دند غوری و کیلگی شب گذشته در برابر طالبان در این ولایت آغاز شده است. وزارت دفاع ملی گفته است که این عملیات تا پاکسازی ولایت بغلان از وجود طالبان ادامه پیدا می کند. خبرنامه می افزاید که پیش از این نیز عملیات های گسترده را در ولایت های بدخشان، تخار و کندوز را اندازی کرده بودند که در نتیجه آنها منطقه های زیادی را از کنترل طالبان خارج کرده و ده ها طالب به شمول افراد کلیدی این گروه را از بین بردند. دوستان عزیز، برای بهبود شدن محتویات بدین کانال و به ویدیوهای بهتر ما منتظر انتقادات و پیشنهادات سالم شما می باشیم. لطفاً نظریات نیک و خوبتان را برای ما در کامنت بنویسید تا ما بتوانیم برایتان در آینده ویدیوهای بیشتر و خوبتر آماده نماییم. این بود ویدیوی امروزی. تا ویدیوی دیگر، الله یار و مددگار همه ایتان.